مردم عزیزم سلام، به پشت صحنه این هفته خیلی خوش اومدین. این قسمت افتخار میزبانی یکی از بازیگران جوان و خوش آتی سینما و تلویزیون کشورمون دارم، سامان صفاری عزیز. سلام، خیلی خوش اومدی. قربون شما، مرسی. با این دورین یا جلو؟ دوربین مستقیمتونه. سلام به تمام بینندگان برنامه پشت صحنه، امیدوارم هر جا که هستید شاد باشید. امسال که خیلی سال خوبی برای مردم نبود از لحاظ اقتصادی، امیدوارم که سال 98 بهترین اتفاقا براشون بیفته و حداقل امید داشته باشم. فکر می‌کنم تو این شرایط امید خیلی خوبه. ان شاء الله. آره، تنها چهارمون هم همینه دیگه. آره دیگه، میتونیم امید داشته باشیم. حالا آخه دوستای من همیشه منو مسخره میکنم، میگن تو همیشه مثبت نگاه. من بهشون میگفتم که آقا بیاد از این به همه چی مثبت نگاه کنیم، اینکه آقا بهترین چقدر هوا خوبه، چقدر اتفاق جذاب داره میفته. نه، هیچ مشکلی نداره، همیشه جنبه مثبت رو نگاه کنیم. ولی یه خورده ما هم داره کم کم من هم دارم یه جای منفی نگاه میکنم دیگه. آره، میگم مثلا آدم وقتی این ور میبینه خب پراید بالا 50 میلیون، گوش داره 200,000 تومان کیلو میرسه، بعد اینا رو آدم میبینه امید داشتن که خیلی سخته. خیلی سخته، ولی من فکر کنم شانس خوبی که آوردم ماشینامو قبل از این اتفاق گرفتم. آره، ولی اگه الان پولشو داشتم واقعا نمیرفتم ثبت نام کنم، واقعا این کارو نمیکردم. ببین الان فکر میکنیم ایراد کجاست؟ وقتی میبینیم، حالا من این مثال پراید زدم، میبینیم خب امروز مثلا گروه سایپا، گروه ایران خودرو ثبت نام میذارن، قیمتهای وحشتناک، ولی عرض چند دقیقه پر میشه. ایراد ما مردمی. ببین من یعنی خودم دارم میگم، نمیتونم قضاوت کنم، میدونی شاید شرایط مردم یه جوری شده که واقعا مجبورن برن این کارو بکنن. میدونی هیچ چاره دیگه میشه بگی که ندارن. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که واقعا نگاه میکنم میبینن خب چیکار باید بکنن، اون ان تومن پولی که دارن برن یه ماشینی بخرن که میدونن مثلا 3 ماه دیگه ارزون نمیشه. میدونی یعنی پولشونو میخوان تبدیل، حالا یکی میره ماشین، یکی میره خونه. من نمیتونم قضاوتشون کنم، خودمو دارم میگم این کارو نمیکنم، خود من این کارو انجام نمیده، یعنی خود سامان صفاری این کارو نمیکنه. شاید اون آدم تنها درآمدش اینه که این ماشینو بخره، حالا تا ببینه شرایط چی میشه. یه دعای خوب ازت شنیده بودم، امیدواریم هیچ فیلمی تو کمد آقایون گرفتار نشه. فقط یه چیز، یه خاطره تعریف کنم خیلی با نمکه. من خدمت سربازی سال 85 بندرعباس اونجا خدمت سربازی میکرد. بعد یه چیز متوجه شدم، اینکه یه فرمانده ها بودن اینا، خب منم منشی اینا بودم. ساعت مثلا 9 صبح گفتن که با لهجه بامزه بندرعباسی میگفتن که اینا چرا به صف صبحگاه ساعت 7:15 میرسن. یکی اومد گفت آقا ورود ساعت 6:30. گفت کی 6:30؟ ورود ساعت 5:30. فردا این بنده خدا که میخواستن بیان ماشین نبود بیان. خب یعنی از 5:30 اینا دیگه جوری شده بود مثلا ساعت 8 میرسیدن دم پادگان. اومدن گفتن اه چرا این اتفاق افتاد؟ آقا ورود 6:45 که همه 6:45 میومدن، میدیدن از دم ورودی پادگان تا میدون صبحگاه فاصله زیاده. بعد از 10 دفعه تایم عوض کردن به این نتیجه رسیدن که سربازایی که ماشین دارن و فرمانده ها رو میبرن به ساختمونای اداری، میتونن هر کدوم کلی سرباز رو ببرن میدون صبحگاه. بعد از 1.5 ماه تازه متوجه شدن که این اتفاق افتاده، یعنی باید این کار رو انجام بدن. الان راجع به فیلمامون هم همینه، یه نفر میاد از این قیافه این خوشش نمیاد، میگه نه این خب ممنون کار، این من سلیقه‌ایه. میدونی مدیر نداریم، مدیریت وجود نداره. یعنی فیلم پارادایسی که من نگاه میکردم، خب چرا خب برای چی باید این فیلم 4 سال من اگه دلدادگانو بازی نمیکردم چیکار باید میکردم؟ واقعا
بعد فیلم شیار 143 اومدم پارادایس رو بازی کردم. فکر کن یه کاراکتری که 180 درجه با یونس فیلم شیار 143 فرق میکنه. حالا من کار دیگه بازی نمیکردم. الانم که نصف بازی من الان رفته. ولی باز خدا رو شکر میکنم. فکر نمیکنم انقدر بیننده ها باشه ارتباط برقرار کنن. خیلی. و همینطور پارادایس. میگفتم که دقیقا تو تایمی که خب اصولا سینمایی ها میگن بین اختتامی جشنواره فیلم فجر و اکران نوروزی خب بدترین تایم اکران هست. اما میبینم پارادایس خوب فروخته. آره من با منوچهر هادی صحبت میکردم و به من میگفت که سامان 3 میلیارد مساویه با 10-15 میلیارد اکران عید نوروز. یعنی گفت شما خیلی خوشحال باشید که 3 میلیارد تو این تایم بعد فیلم پارادایس فروخته. میگم من دوست داشتم خیلی بیشتر از اینا این اتفاق بیفته و الان خدا رو شکر هنوز تایم داریم و هنوز مردم تازه دارن پارادایس رو متوجه میشن و دارن میرن میبینن. خدا رو شکر. خدا رو شکر. امید دیگه. از علی عطشانی گفتیم اول خب نترسیدی کارگردانی که اکثر فیلماش هی داره توقیف میشه هی داره توقیف میشه و گفتی خب میدونی چرا مثلا میگم تو جز بازیگری بودی که جز اولین کارهات محسوب میشد این ترسه به وجود نیومد که دیرتر دیده میشم یا مثلا نه من واقعیتش موقعی که آیه عطشانی به من گفتن من فیلمنامه رو خوندم و دیدم چقدر کاراکتر خوبیه چالش خوبی داره کاراکتره در این اینکه کارهای منفی میکنه باز مردم مطمئن بودم که دلشون برای این کاراکتر میسوزه دیگه به اون قضیه فکر نکردم دیگه. بعد دموکراسی هم فیلم خوبی بود فروخته بود میدونین من همیشه میگم دیگه مثبت نگاه میکنم. من که خیلی خوشحال شدم اون موقع بعد فیلم شیار من فکر میکردم خب خیلی اتفاقا میفته برام ولی خب آیه عطشانی بعد یه مدت اومدن و اون فیلم ساخته شد. خیلی هم خوشحال بودم که الان این فیلم اکران میشه بهترین اتفاقا براش میفته. ولی همون فیلم پارادایس من احساس میکنم که تیزر و آنونسش برای من اتفاق خوبی افتاد. آره یه سلفی دردسرساز هم داشت. میدونیم باید به فرهنگ کشورهای دیگه احترام بذاریم. وقتی یه بازیگر اون کشور میاد و درخواست سلفی میکنه من که نمیتونم به اون آدم بگم که الان نباید این کارو بکنی. به خدا زشته. یعنی نمیدونم به چه زبونی بگم زشته من به اون آدم بگم که نه نمیشه. میدونم آدم راجع به ما چی فکر میکنه یعنی چی نمیشه اصلا تعجب میکنه از این اتفاق. خب بازیگر توی فضای بازیگر حالا یا هر جایی توی لوکیشن یه سلفی میگیره خب تو هم کار غیر قانونی نمیکنی دیگه. ولی من واقعیتش فکر کنم قسمت جزء فصل سوم سریال دلدادگان بود که این عکسه یه اتفاق عجیب غریب افتاد و دوستای دلواپس ما هم حسابی برای ما دایرکت فرستادن و اینا دیگه. ببین یه چیزی آخه انگال یه جوری بعضی فیلم ها از قصد پشت پرده مد شده مثلا یه جوری حواشی بر فیلمشون درست میکنن. میخوام بدونم این اتفاق هم جز اون دسته محسوب میشه؟ فعلا من که اصلا از این کارا بلد نیستم. یعنی زندگی خودم میکنم توی فضای مجازی هم فقط توی اینستاگرام هم هر کی هم بره نگاه کنه میبینه من از تیم ملیم حمایت میکنم توی شرایطی که حالا یه اتفاق عجیب غریب افتاد. متنامو مینویسم عکسامو هر جور که دوست دارم حالم خوبه اون کار رو انجام میدم. خیلی اتفاقا جز میگم بازیگرهای نسل جدید و جوان جز معدود بازیگر هستی که دنبال حاشیه نیستی. واقعا تا الان نبودم. چطور اینو کنترل میکنی؟ ببین من سعی میکنم که وقت آزادم و به این خیلی علاقه خاصی به فیلم دیدن و سریال دیدن دارم. سعی میکنم سریالمو ببینم فیلممو ببینم اون کلاس بازیگری هایی که قبلا رفتم برم تو فضای اونجا با آدم ها صحبت کنم تئاترمو کار کنم تئاتر ببینم. خیلی دنبال این نیستم که گوشی دستم باشه توی فضای خاصی از خودم فیلم و عکس بگیرم و نبودم. اون آدمایی هم که اون کارا رو میکنن اونا هم حتما دنیاشون اینجوریه و دوست دارن. احساس نمی‌کنین اونا مثلا زودتر دیده میشن یا موفق‌ترن یا مثلا بیشتر زودتر مشهور میشن؟ چون اساسا میتونم جوابی که بهتون بدم اینه که الان چه کسایی موندگار هستن متوجه میشیم. خیلی آدم اومدن و رفتن. مهم اینه که
الان ببینیم کیا الان توی بازیگری راجبشون صحبت میکنن، راجب کارهای دیگه توی ورزشمون حتی. بازیکنایی که دنبال فوتبالشون بودن هنوز که هنوز حرف اولو دارن میزنن، با اینکه عمر فوتبالشون تموم شده، با اینکه بعضیاشون مربی نیستن، ولی هنوز دارن راجبشون حرف میزنن و الگوان. خیلی هم بازیکن داشتیم که توی زمان خودشون حرف برای گفتن داشتن. یه جایی هم گفتی که آدم بدبینی هستم و اگه بتونم به چند نفر رو میزنم. من نمیدونم چرا اونو گفت. اصلا متوجه نشدم. من اصلا واقعا خودم هم نگاه کردم اون مصاحبه رو، میخواستم ببینم کی آخه اینجوری گفتم اینو. من فقط تنها حرفی که زدم اینه که توی رانندگی کسایی که راهنما نمیزنم واقعا رو مخم میرم. اصلا میرم میگم آخه چرا خب یه اینجوریه. میدونی چون مثلا این بوده. بدبین که نه واقعا بدبین نیستم. نه اتفاقا جز آدمایی هستی که همیشه این کلمه امید از زبونت نمیفته. آره برای همین چرا؟ اینو تعجب کرده بودم که گفتم ازت حتما بپرسم. روز یه جمع گفته بودی با ارغوان دیگه بازی نمیکنم. میخوام ببینم با شخص ارغوان یا ثانیه سالاری مشکلی پیش اومده. نه به خدا اون یه برنامه بود که دیگه خودش بعد از یه تایمی مشخص شد، یه اتفاقاتی که تو اون برنامه افتاد. من میدونی چی شد؟ آره برنامه آره لیپور حواشی زیادی داره. آره میدونی اتفاق این بود، من اونجا متن کامل مصاحبه‌مو هر کی که میبینه متوجه میشه. من منظورم این بود که مثلا کاراکتر امیر و ارغوان رو دیگه ما 6 ماه روی آنتن بودیم، من اینو دیگه نمیخوام ادامه بدم. گفتم دوست دارم که مثلا خانم ثانیا سالاری نقش مثبت بازی کنه، من کاراکتر منفی باشم این سری. میدونی نقشه متفاوت باشه، این که هی من امیر رو بازی کنم ایشونم ارغوان باشه که دیگه جذابیت نداره. اما من همون اول حتی با شوخی هم داشتم گفتم نه اینجوری، من نمیدونستم که این قراره بعد بشه. شاید از همینجا میگم این بی تجربگی من بود توی مصاحبه، نباید اینو میگفتم. ولی خیلی هم خوشحال میشم با خانم سالاری یا هر بازیگری دیگه دوباره بازی کنم. و اینکه شما واقعا به عنوان یک مجری دوست داری برنامه همیشه یه شکل باشه، فکر میکنم دوست داری که هر روز یه اتفاق جدید بیفته، مصاحبه های متفاوت، آدم های متفاوت. ولی من منظورم این بود که تکراره نشه، که همیشه میگم جنبه منفیش بیشتر شد و بعدش هم همه متوجه شدن که منظور من واقعا این نبود. آره. چون اون بی تجربه من بود. ثانیه سالاری هم جزو مهمونای عزیز برنامه‌مون بود. بله. و این بزرگوار هم به این تاکید کرد. بله. و یه چیز دیگه برای من سوال بود، مشکلت با ماکان بند چیه؟ من مشکلی ندارم، من اصلا بنده خدا مشکلی ندارم. یه لایوی من داشتم میرفتم هی میگفتم بگو ماکان بند، بعد یه آهنگشو بگو. خب. واقعیتش اون لحظه من یادم نبود کدومو، هی داشتم فکر میکردم من نگفتم. فکر میکنم اونجا باعث شد که مثلا یه تعداد احساس کنم، ولی نه من واقعا بچه های نسل جوان همه آهنگا رو گوش میدم، همون جوری که همایون شجریان هم گوش میدم، ماکان بند هم گوش میدم دیگه، دوستای خوبم که خواننده هستن گوش میدم. و دقیقاً به دو سه موردی که برای خیلی از مخاطبا سوال بود، با توجه به اینکه شخصیتتون میشناسم و میدونم دنبال حاشیه سازی نیستین، دقیقاً دو سه تا سوالی بود که تو ذهن مخاطب به وجود اومده. بله. و مرسی از اینکه کامل توضیح دادی. من واقعاً میگم ما کامل گوش میدم، بچهای مسیح و آرش اونا هم دوست دارم گوش میدم. شاید مثلا یه تعداد از این خواننده ها فیوریت من نباشن، ولی همیشه استاد خوبم هم هدایت هاشمی حرف قشنگی میزد. یه روز تو کلاسای بازیگری اینکه بچه‌ها گفتم رفتم تئاتر آزاد دیدم، همه ریختن سرش که چرا این کارو کردی، گفت از قضا این بازیگر میشه به خاطر اینکه همه کارا رو میره نگاه میکنه. من نظرم اینه که همه بچه‌هایی که خواننده هستن باید گوش بدی، تمام فیلم‌ها رو باید ببینی، تمام تئاتر رو باید بری ببینی و مطمئن باشی یه دفعه یه فیلمی خیلی ضعیفه به نظر تو، ولی یه دفعه می‌بینی یه سکانسش پر از اتفاقات خوب میتونه برای تو باشه. و فضای مجازی و حالا قدرت اینستاگرام و تلگرام نبود، سامان سفاری الان توی مرحله این شهرت بود؟ شاید خیلی سرعتش پایین تر بود. نه این اتفاقات خوب فضای مجازیه. من اعتقاد دارم که الان
تهیه کننده های موفقن که به روزتر باشن، کارگردان های موفقن که به روزتر باشن، فضای مجازی رو نادیده نگیرن، بهش فکر کنن. و خود منم باید به این قضیه فکر کنم، راجب عکسام، راجب ویدئوام، راجب جاهایی که میرم. و توی تمام دنیا بازیگرها یه تعداد آدمایی دارن که مشاورشونه برای این کار، که الان این اتفاق تو ایران هم داره میفته، ولی خب من هنوز ندارم واقعا. و چقدر با اون لول سطح مشهور بودن، محبوب بودن، به نظر خود هنوز فاصله داری؟ من احساسم اینه که خیلی فاصله دارم، یعنی خیلی باید تلاش کنم. خیلی ها اومدن با یه فیلم و اینا. آره. اتفاق سختیه برای هر بازیگری. این که امید داشته باشی، این که تلاش بکنی، من احساس میکنم هر آدمی میتونه به آرزوش برسه. هر آدمی توی هر نقطه ای از این کشور میتونه به آرزوش برسه. توی مرز، یعنی دیگه محروم ترین روستای دو ایران هم که باشه، دنیا هم که باشه، میتونه مسی بشه، میتونه رونالدو بشه، میتونه بهترین بازیگر دنیا بشه. به نظر من، میدونی آخه الان این ذهنیته تو نسل دختر پسر جوانمون که علاقه من به دنیای بازیگری هستن به وجود اومده، که نه این دختر اگه رفته با فلان رابطه رفته، اگه این پسر رفته فلان بازیگر شده با فلان پول و پارتی رفته. واقعیت داره یا تا حدودی واقعیت داره؟ من خودم دلدادگان رو به شما بگم، من ساعت 10 شب منوچهر هادی بهم زنگ زد. 10 شب منوچهر هادی به من زنگ زد و من رفتم ساعت 6 صبح هم رفتم جلو دوربین. دلیلش چی بود؟ فیلم شیار 143 رو دیده بود، تیکاهایی از بازی من توی فیلم سینمای پارادایس رو دیده بود. هیچ موقع به منوچهر هادی نگفتم که من میخوام بیام بازی کنم. تو ذهنش مونده بود و باعث شد که به صورت خیلی اتفاقی من توی دلدادگان بازی کنم. اتفاقی از این لحاظ که من کارامو انجام میدادم، تئاتر قشا رو بازی کرده بودم، همه اینا رو دیده بود، توی یک جا زمان مناسب این اتفاق برای من افتاده بود. پس برای شخص سامان صفاری اتفاق رخ نده، اما این واقعیت وجود داره تو حرفه بازیگری سینما و تلویزیون. بالاخره توی همه کارهای ما یک آدمایی هستن که میتونن تاثیرگذار برای تو باشن. الان شما میخوای توی یه شرکتی کار کنی، مطمئنا یه نفر شما رو معرفی میکنه. توی بازیگری هم ممکنه یه نفر شما رو معرفی کنه. اینکه شما چقدر تلاش کنی، چقدر تاثیرگذار باشی توی اون فیلمی که قراره بازی کنی، اینا بستگی داره به خودت. دیگه اون آدمی که تو رو معرفی کرده نمیتونه به تو کمک کنه. این نظر منه، ولی من همیشه راجع به این کار این میگم، میگم دو نوع آدم داریم. یه تعداد آدم‌ها که جاده اصلی رو میگیرن، خیلی لاک پشتی حرکت میکنن ولی به شهر میرسن. یه تعداد دنبال جاده خاکی و جنگل و نمیدونم از رو اون پله بریم و اینا، آخرش هم همیشه گم میشن یا گیر میکنن یا وسطش یه جنگل زیبا میرن یه جای دیگه. این نظر منه راجع به این کار. آره. و اهل کری خوندن تو فضای فوتبال هم حسابی هستی؟ یا خیلی زیاد. آخه برادرم یه تعداد پرسپولیسی ان، ما استقلالی، ولی تیم پرسپولیس بازی با تیم ژاپنی که داشت، کاشیما فکر کنم، من سر صحنه سامورایی هر لحظه منتظر بودم که پرسپولیس گل بزنه و میخواستم پرسپولیس قهرمان شه. یعنی با تیمای عربی که بازی میکنه طرفدار تیمای ایرانی، ولی تو همه خانواده ها هست، یه تعداد استقلالیان، یه تعداد طرفدار پرسپولیسن. این کوریا نباشه که اصلا جذابیت نداره به نظر من. اینکه حالا یه تعداد میون فوش و اینا میدن که دیگه تکلیفش مشخصه. همون از اون فوشا مثلا ناراحت نمیشی یا میگی بذار نگم مثلا بگم پرسپولیس؟ نه، من نظرمو میگم، من استقلالی ام، از بچگی طرفدار استقلال بودم. نمیشه که الان مثلا وارد بازیگری شدم بگم نه من طرفدار نیستم. از بچگی من استقلال رو دوست داشتم، ناصرخان حجازی، مرحوم ناصرخان حجازی رو دوست داشتم. ولی بازیایی که حرف کشورم باشه، تیم ملیم باشه، طرفدار تیم ملیمم، در هر شرایطی طرفدار تیم ملیمم. اینکه حالا یه سرمربیش یه چیزی بگه، نمیرم طرفدار تیم ملیم نباشم خوشحال بشم که تیم ملیم داره میبازه. آره. طرفدار تیم ملیم هم پرسپولیس هم تو تمام مسابقاتی که قراره به اسم ایران بازی کنه واقعا طرفدارش بودن. اینا همه میدونن. و این اتفاقاتی هم که حالا گفتی بین مثلا برانکو و کیروش و اینا به وجود میومد، واقعا به صلاح بود یا فقط دعوای شخصی این دو نفر بود؟ من میگم مدیر نداریم، مشکلمون اینه.
یعنی اگر مدیریت میشد و جایی یکی دو تا بازیکن تو تیم ملیمون خالی بود، اگه اونا بودن تیم ملیمون 100% میتونست ژاپن رو ببره. یعنی حالمون سر این خراب شد که میتونستیم قهرمانشیم و نشدیم، و فقط و فقط به خاطر اینکه مدیرهای ورزشی ضعیفی داریم، کسایی که مال این ورزش هستن سر جاشون نیستن. مشکل ماست. قبول دارم. و سامان قبل از برنامه اسمتو تو گوگل سرچ میکردم، میزد هی سامان صفاری و همسرش. نمیدونم چرا ازدواج کردی نکردی؟ نه ازدواج نکردم. خب بعد تو مرحله خواستگاری اونام باشه استوری نمیذاری که مثلا من متأهل شدم و این داستان؟ نه نه، اون زندگی شخصیمه. نه واقعا ازدواج نکردم، ولی خانوادم خیلی دوست دارن که ازدواج کنم. ایشالله کی؟ هر موقع طلا شد 500,000 تومان سکه طلا، اون موقع ازدواج می‌کرد. و اتفاقا خب مود شد الان هنرمندامون هم با سیاستمدارا ازدواج دارن میکنن. آزادن، همه جوی دنیا هست، مشکلی نداره. مهم اینه که طرف همدیگر یعنی دوست داشته باشن همدیگر رو، ازدواج کنن. و سامان جان تو کارهای مدل هم ماشاءالله یاد طولایی داشتی، یکی از آدم ها حرفه‌ای بودی، الان چجوری ادامه میدی نمیدی؟ من اصلا میگم مدلی خیلی کار سختیه، اصلا یه شرایطی داره که شما نظر من اینه که بچه‌های مدل تو کار خودشون کار کنن و دارن کار میکنن و اینا خیلی هم موفقن، ولی من واقعا علاقه‌ای به مدلینگ ندارم واقعیتش. یه تایمی کار مدلینگ کرده بودی دیگه؟ آره، ولی دیگه میگم تو اون شرایط مثلا نیاز داشتم، نیاز مالی داشتم، باید این کار انجام میدادم. چون الان خیلی از بازیگرها تو هم میرن کار مدلینگ و اینا میکنن و آره همه جای جام میشن. آخه میدونی چه جوریه مثلا؟ ما ماشاءالله استایلشو داریم، میتونی. خیلی ممنون. میدونی مثلا توی هالیوود بازیگر خیلی خوبیه یا خواننده خیلی خوبیه، ولی خب میاد تبلیغ یه برندی رو میکنه و پولش هم میگیره. این یه چیز خیلی عادیه که تو کشور ما داره تازه اتفاق میفته. و سامان صفاری ولی فعلا ورود نمیکنه؟ نه فعلا، اصلا احساس میکنم همون فوکوسم روی بازیگری باشه بهتر. خیلی عالی. سامان فقط احساس نمی‌کنی چون قبل از برنامه گپی با هم می‌زدیم جز اون دست آدمایی هستی که داری گزیده کاری می‌کنی، احساس نمی‌کنی الان مرحله‌ایه که باید تعداد کارها بالاتر باشه؟ آره می‌دونی یه خورده شرایط سخت میشه دیگه، برای اینکه تو مثلا میای یه سریالی کار می‌کنی، اون سریاله کلی بیننده پیدا میکنه و بعد از مثلا چند سال این اتفاق میفته، نمیتونی بری یه کار دیگه بازی کنی که همون لحظه که فیلمنامه رو میخونی میبینی چقدر متفاوته نسبت به سریال قبلیت یا فیلم سینمایی قبلیت. میگم الان پیشنهاد خوب دارم، منتظر اکران سامورایی در برلین کارگردانی آقای نادری. الان فعلا سعی میکنم که به فیلم سینمایی پارادایس کار کنم. به خاطر اینکه موقعی که سریال دلدادگان بود فقط به سریال فکر میکردم، الان دارم به فیلم سینمایی پارادایس فکر میکنم. فکر کنم فعلا یه چیزی اشتباه گفتم. نه درست بود. آره درست بود. آره. و الان فقط دنیای من، زندگی من فیلم پارادایسه. بعد از اکران پارادایس میشه سامورایی در برلین، و بعدش هم که فیلم جدیدی که قراره بازی کنم و انشالله موقعی که کلید خورد حتما میدم. آره انشالله که خبرش هم بهمون بدی. اما میبینیم تلویزیونمون واقعا تو چند سال اخیر سریال های خوب کم داشته. نمیدونم ایراد کار فیلمنامه هاست، ایراد سختگیری های تلویزیون، ایراد اینه که بازیگران استارمون دارن میرن نمایشخانگی و سینما بازی میکنن، کمتر میان تلویزیون، ایراد کار کجاست؟ ببین من احساس میکنم که اصلا هیچ کدوم از اینا نیستش. ببین واقعیت جامعه ما در سریال هامون اصلا نیست، اصلا یه چیز دیگه است. یعنی مثلا بعضی سریال ها رو که من نگاه میکنم سریال خیلی خوبیه، ولی میگم که کجای پسر مثلا پسر اون خانواده و مادرش اونجوری صحبت میکنه، یا اینکه یه روابطی بین محله ها وجود داره که تو در رؤیاهای قدیمت اون روابط رو میدیدی، یا یک چیزای خیلی کلیشه‌ای و دیالوگ‌های عجیب غریب. یکی از دلایلی که سریال دلدادگان بین مردم
جا پیدا کرد و همه نگاه کردن این بود که یه خط قرمز رو رد کرده بود و اینکه هی به دور از، یعنی واقعا کلیشه ملموس بود برای من، آره اصلا نمیدیدی. و واقعا ممنون از منشور هادی که منو انتخاب کرد برای نقش امیر. یکی از اتفاقات این بود که خیلی جاها وایسادن آقای هادی پای فیلم، پای سریال، و میگفتن نه این ببین اون سریال این فرق فلان، آره فرق میکنه. برای همین مردم ارتباط برقرار کردن. الان نسل جدید همشون موبایل دارن، همشون راحتن، صحبت کردن با خانواده خیلی راحت حرف میزنن، کار خودشونو میکنن. وقتی اینا نباشه، وقتی این باشه، تفریحات تفریحاتی باشه که خود مدیرها دوست داشته باشن، خب معلومه اون سریال دیده نمیشه، اون سریال نمیشه. وقتی تیپ ها یه چیز دیگه باشه، وقتی قشر پایین که ضعیف جامعه رو انقدر دیگه اگزاجره نشون میدن. توی دلدادگان امیر ماشینش پراید بود، لباس پوشیدنش این مردمی که الان واقعا ما نمیتونیم بگیم فلانی کدوم قسمت تهران میشینه، همه لباس خوب میپوشن، راحتن، موبایلشون رو دارن، ارتباطاتشون راحته، مدل موهشون خوبه. برای همین بود که تا قسمت 50 هیچ کی باور نمیکرد امیر سریال دلدادگان مأموره. مگه مأمور رو پیشونیش نوشته مأمور؟ میدونی؟ مأمور هم یه آدم خیلی، اون آدم حرفش این بود، یعنی مأمور مخفی بود، داشت جزئیات اون شرکت رو میخواست متوجه بشه، دزدی ها، پولشویی که الان اتفاق خیلی ساده یه تو کشورمون، اینا رو داشت مشخص میکرد. برای همین مردم ارتباط برقرار کردن. مگه همه جای دنیا ممکنه دو نفر از یکی خانومی خوششون بیاد؟ این خط قرمزه. آره این یه چیز خیلی عجیب. از سانسورهای باحالی که سر سریال دیدی و شنیدی چیا بود؟ واقعا آیه هادی پایسات. ولی کاراکتری که واقعا من دلم برای اون بچه ها سوخت، کاراکتر پارسا که علی سخنگو بازی میکرد و خواهرم توی فیلم، توی سریال خانم ملیکا شریفی، واقعا دلم براشون سوخت. چقدر زحمت کشیدن برای این نقش، اصلا دیگه نابودشون، اصلا یه جا دیالوگ داشت یه چیز دیگه میگفت، زیر داشت یه من میگفتم زیرنویس بذارم براشون، اونا من دلم سوخت براشون، ولی برای کاراکتر خودم نه، این اتفاق نیفتاد. و دوست داشتم آخر سریال همونی که در فیلم نامه بود اتفاق میافتاد که نیفتاد، و اصلا هم راجع به حرف نمیزنم. آره چون اتفاقا حاشیه عظیم سریال همون اتفاقات آخر فیلم بود، و حالا اون سر و صدایی که سر حقوق پانتا بهرام و اینا به وجود اومد. ببین من سرکار سامورایی در برلین بودم، ایرانم نبودم، واقعا هم اونجا یه کاراکتری داشتم که خیلی با خودم فرق میکرد، حواسم همش به نقش خودم بود. ولی به نظر من اگر میشد بهترین اتفاق ممکن که برای این سریال افتاده بود به توان 100 براش میافتاد، واقعا دارم میگم. و پایان دیگه شرایط اینجوری بود و بزرگترها نتونستن و نشد و ما هم دیگه به نظرشون احترام گذاشتیم و دیگه نشد دیگه. وقتی نمیشه گذشته دیگه، گذشته دیگه، کارش نمیشه. من اینجا میگم ممنونم از آقای عطشانی که 4 سال پیش به من اعتماد کرد بر نقش خیلی خیلی سخت فیلم پارادایس، و خوشحالم که الان این فیلم اکران شده و الان داره فروش خوبی میکنه. و اگر مصاحبه ما رو دیدید واقعا برید پارادایس ببینید، تو این شرایط خیلی حالتون خوب میشه، میخندید، لذت میبرید. و حالا بگم برای چی یاد علی افتادم، به خاطر اینکه ماشاءالله جفتتون با توجه به اکران هایی که این چند روز اخیر دارید، تهران، شهرستان، ماشاءالله پر انرژی ظاهر شدید. آره من دمتون هم گرم. فیلمی که یه بازیگر کار میکنه واقعا باید کنار اون فیلم باشه، و اینکه هواپیماش هم هواپیمای خوبی باشه. آقای عطشانی هواپیماش هواپیمای خوبی باشه، به خدا میترسیم، خیلی ترسناکه. واقعا دم خلبانامون گرم، فقط میتونم همینو بگم، دمشون گرم. پیکانیم رو هوا، به خدا پیکانیم رو هوا، در این حد دارم بهت میگم. سر و صدای عجیب غریب میده این موتورهای هواپیما. ببین تازه مثلا پروازهای کیش و مشهد مثلا خب میشه گفت پا
پر رفت آمدترین پرواز هست که باید مثلا حداقل هواپیمای استاندارد تری داشته. فیلم هایی هم من دارم که باید نشون بدن. واقعا اون فیلم ها واقعیت قیافه منه. میدونین خیلی ترس از هواپیما هست یا نه؟ ترس از اون هواپیمایی که سوار شدی؟ سر کار سامورایی پارادایس سال قسمت من بودم. آلمان رفتم اومدم اصلا ریلکس راحت. میدونی که اگه قرار سقوط کنی واقعا دیگه هیچ کاری نمیشد انجام بدی، ولی این یه اتفاق عجیب غریب رو هوا بیفته تمام تمام. واقعا خسته نباشید خلبانای عزیزم، تو رو خدا دقت کنید. گروه کار آقای اوجی کلن یکی از حرفه‌ای ترین گروه هایی که من باشون کار کردم، اینو همه جا هم گفتم. با خانم سامم که واقعا خیلی حرفه‌ای خیلی خوب، برای اینکه یه خانم هستن و خب شرایط روحی همدیگر رو بهتر درک میکنن، من فکر میکردم که خیلی کار روانتر و روند بهتری داره. خیلی عشقا بوده که در واقع آخری نداشته، حالا یه آخری هم داشته، حالا تلخ و ناگوار، حالا شاید شیرین نبوده و خیلی سوالات بی جواب تو ذهن خیلی از عشاق مونده که چی شد، چه اتفاقی افتاد، چرا، به چه دلیل. و این فیلم به نوعی این فکر رو تو بیننده ایجاد میکنه که بریم سراغ خیلی از سوالاتمون و جوابش رو پیدا بکنیم. نمایش خانگی رو ترجیح میدین یا تلویزیون؟ همه رو، برای من کار کاره، حالا تلویزیون، تئاتر، سینما، همه رو دوست دارم. جشنواره امسال رو دنبال کردین؟ من کلا یه دو سه سالی از دنبال نمی‌کنم. چرا؟ افتخار. خواهش می‌کنم. چرا دنبال نمی‌کنین؟ دیگه خودتون می‌دونین چرا. حالا دلیلش دیگه مشخصه دیگه. حالا هوای بسیار لطیف و زنانه و شاعرانه و عاشقانه داره و فکر می‌کنم خیلی ها نوستالژی خودشونو تو این فیلم پیدا بکنن. آقای اوجی یکی از ویژگی‌هاشون اینه که سختی‌های کار انتقال نمی‌دن به عوامل. من میدونم خیلی سختی کشیدن تو فیلم اکران بشه تو این بازار اکران خاص و امیدوارم که استقبال مردم کمک بکنه به تهیه کننده مستقل. من بالا سر کار نونخه آقای سعید آخانی هستم. سینمایی؟ نه سریال، برای ایت. سریال تلویزیون؟ بله ایشالله. شبکه یک. نظرتون در تو کار کردن تو تلویزیون چیه کردن؟ ما بچه تلویزیونیم دیگه، باید کار کنیم دیگه. الان خیلی از بازیگرامون گرش بده کم به بخش نمایش خانگی. دلیلش چی بوده؟ والا من دقیقا نمیدونم، باید خودشون سوال بپرسیم. ولی اینکه هر کاری بهتر باشه، هر پیشنهادی بهتر باشه، آدم فکر میکنه بهش و انتخاب میکنه، نقش رو انتخاب میکنه. فیلم فجر دنبال کردین؟ بله دنبال کردم، کارا رو ندیدم ولی در تمام اختتامیه و اینا رو دیدم. کلاً سطح کیفی جشنواره فیلم فجر تو این چند سال اخیر چون من نرفتم نمیتونم چند سال اخیر بگم. چند سال اخیر بد نبود، خب خیلی بهتر شده، مسلماً بهتر شده، همه چی رو به جلوه، مطمئناً بهتر شده. من بالا تلویزیون که کار نمی‌کنم، سینما باید منتظر بمونیم که اگر که پیشنهاد خوبی شد. زیاد راستشو بخواید دغدغم نیست دیگه. من رسانه میلی رو تحریم کردم، اونا هم قاعدتا من تحریم کردن، ولی این عشق به صورت کاملا دو طرف است. نمایش خانگی خب فکر میکنم خیلی جای خودش رو باز کرده تو مردم و خیلی هم خوبه. علتش اینه که دستشون بازتره، سوژه‌های بهتری رو میتونن کار بکنن. بازیگرایی که در واقع میان تو رسانه خانگی کار میکنن بازیگرای مطرح‌تری هستند نسبت به کارهای تلویزیونی، بخاطر همین قاعدتا مردم بیشتر بینندهشون بیشتره. به روز سوق من فکر می‌کنم ایدئال ترین چیزیه که به عنوان یک مرد بازیگر وجود داره. تو خانم‌ها خیلیا، ولی خب من عاشق سوسن تسلیمی. داریوش اقبالی یکی از کسایی که من عاشقشم. کارهای آقای اسمانی رو خیلی دوست دارم. علی زنده وکیل رو همینطور. زیادم حساسیت ندارم برای که کارم خیلی بهم پیشنهاد نمیشه. چون من وارد یه هیته شدم از سال 84 به بعد، اونم من دغدغه‌های اجتماعی مردم رو گفتم ولی خب جنبه سیاسی پیدا کرد و من فکر می‌کنم که کارگردان ها و تهیه کننده های ما خیلی دوست ندارن بازیگرشون تو این حواشی باشه. الان خدا رو شکر به بازیگرا یک ممر درآمد دیگه دارن، اونم تبلیغات. اینستا یا حضور تو مراسم های مختلف، اینا همه جنبه تبلیغاتی داره. خودم رو گرفتار یه کار تئاتر کرده بودم که آخرم به سرانجام نرسید.
متاسفانه بهترین فرصت هایی رو که تا امروز داشتم رو از دست دادم. بچه های جدید نخبه ای رو میبینم که خیلی امیدوار کننده است. به نظرم میاد که اون حاشیه امنی که برای پیشکسوت ها وجود داشته دیگه وجود نداره. پارسال قصد ساختن فیلم داشتم، وقتی که کار هومن رو دیدم تصمیم گرفتم یه ذره صبر کنم. چون همیشه میدونم تو حرف تو همیشه و همه جا محکم زدی، میخوام نظرت در رابطه پراید 45 میلیونی هم بدون. محکم بگم؟ من این توطئه رو تبانی در واقع نظام صاحبین خودرو که تقریبا نیمه دولتی هستند و دلال ها میدونم و به مردم قویاً توصیه میکنم این بازی میتونه تا ابد ادامه داشته باشه. شما رو همواره توی مخمصه های این چینی نگه دارن و شما همواره مجبور شید که به تن بدید به قیمت های نجومی عجیب غریب بی معنی. بنابراین وایسید، نخرید.